مثال کاربردی تابع اند. در این ورکشیت می‌خواهیم افرادی که هر دو شرط رو برای دریافتی اول و دوم دارن بررسی کنیم. در تایتل هم اینجا برای ما مشخص شده بررسی افرادی که هر دو شرط رو دارن. آقای مهندس محمد محمدی دریافتی اولشون 5 میلیون ریال بوده و دریافتی دوم 7 میلیون و 500 هزار ریال. می‌خواهیم افرادی رو در این محدوده مشخص کنیم که دریافتی‌های بیشتر از 10 میلیون ریال داشتن. برای انجام این کار از تابع اند که جزو توابع لاجیکال و یا شرطی هست استفاده می‌کنیم. در این سلول، سلول G7، کلیک چپ عملگر مساوی رو قرار می‌دیم و حروف A, N, D رو معرف اند تایپ می‌کنیم. بر روی FX در سمت چپ اند کلیک چپ می‌کنیم. دوبار کلیک چپ. اینجا می‌بینید که آرگومان اول لاجیکال 1، آرگومان دوم لاجیکال 2. بر روی دریافتی دوم کلیک چپ و میگیم عملگر بزرگتر از 10 میلیون ریال ویرگول برای جدا کننده آرگومان اول از دوم رو میفشاریم از صفحه کلید. بر روی این دریافتی اول هم کلیک چپ، عملگر بزرگتر 10 میلیون ریال، براکت رو می‌بندیم. بدین گونه اگر در فرمول بار هم اینجا ملاحظه کنین، گفتیم با استفاده از تابع شرطی اند می‌خوایم بررسی کنیم کدام یک از این افراد هر دو شرط رو دارن. کلید ترکیبی کنترل انتر رو می‌فشاریم. خروجی تابع فالسه. این نشون میده که آقای مهندس محمد محمدی دارای هر دو شرط نیست. ملاحظه کنید. ببینیم آیا برای خانم دکتر رجبی که دریافتی اولشون 12 میلیون ریال یا به عبارتی بزرگتر از 10 میلیون ریال هست نتیجه تابع چیه؟ کلیک چپ، کلیک راست، کپی رو انتخاب میکنیم و در این سلول کلیک چپ، شورتکات منیو و پیست رو انتخاب و کلید اسکیپ رو میفشاریم. ببینیم باز هم خروجی تابع فالسه، هر چند دریافتی اول ایشون بیشتر از 10 میلیون ریال بوده. اشارهگر موس رو در این قسمت قرار میدیم، تبدیل به علاوه مشکی و دوبار کلیک چپ میکنیم. ببینید برای چه افرادی اومده خروجی تابع رو ترو داده. برای خانم دکتر مجیدی که هم دریافتی اول و هم دریافتی دوم. برای خانم مهندس یاسمن بهرامی که هم دریافتی اول و هم دریافتی دوم بیشتر از 10 میلیون ریال بوده نتیجه رو ترو داده، ولی برای افرادی مثل خانم دکتر رجبی که یک شرط رو دارا بوده باز هم نتیجه فالس بوده و فرقی با آقای مهندس محمد محمدی که هم در دریافتی اول و هم در دریافتی دوم کمتر از 10 میلیون ریال بوده نداره.